سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد دو تا فعل کمکی used to و would و کاربردهاشون برای بیان فعالیت‌ها و کارهایی که به صورت عادت و روزمره در گذشته انجام میدیم براتون صحبت کنم. پس اگه علاقه دارید که یک بار برای همیشه تفاوت بین استفاده از would و used to رو یاد بگیرید، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. خب دوستان عزیزم، الان میخواییم در مورد ابتداعاً فعل کمکی used to صحبت بکنم براتون. فعل used to از دو بخش used و to تشکیل شده. پس زمانی که این عبارت داخل یک جمله می‌بینیم، یک فعل کمکی هستش. کاربردش رو بهتون گفتم. همینطور که گفتم، برای بیان فعالیت‌ها و کارهایی هستش که معمولاً به صورت عادت در گذشته انجام شدن و الان معمولاً به یک شکل دیگه‌ای در حال انجامن یا دارن انجام میشن. پس وقتی که در یک جمله عبارت used to قرار میگیره، فعلی که بعدش میاد فعل ساده استش، بدون هیچ پسوند و پیشوندی. برای مثال، I used to play tennis but now I prefer golf. خب همینطور از فعل used to میتونیم در واقع برای بیان فعالیت هایی که state هستن، stative هستن، هم استفاده بکنیم. برای مثال، We used to live in London before we moved to New York. پس تا اینجا یاد گرفتیم که فعل کمکی used to وقتی که داخل یک جمله میاد، فعل بعدش به صورت یک نوع مصدر بدون هیچ پیشوند، بدون to، پیشوند و پسوند است. و توی که در واقع در این عبارت میبینیم مربوط به used هستش و نه مربوط به فعل بعدش. همینطور یاد گرفتیم که معمولاً کاربردش برای بیان فعالیت هایی هست که به صورت هم میتونن استیتیو باشن هم غیر استیتیو، اما به شرطی که یک عادتی بوده باشن که در گذشته انجام شدن و الان به یه شکل دیگه‌ای دارن انجام میشن. خب حالا میخوایم used to رو یا جمله‌ای که دارای used to هستش رو منفی کنیم. خب برای انجام این کار ما چجوری یک در واقع فعل گذشته ساده رو منفی می‌کردیم؟ با چه فعل کمکی؟ با فعل کمکی دید. الان هم اینجا دقیقاً به همین ترتیب عمل می‌کنیم. یعنی میایم دید رو چه برای سوالی کردن چه برای منفی کردن قبل از used to قرار میدیم. اما اینجا یه تفاوتی داره. زمانی که دید به جملهمون اضافه میشه، used to دیش از بین میره، میفته و به use to تبدیل میشه. برای مثال میگیم که I didn't used to ride scooter when I was young. دقت کنید، I didn't used to. دید به اضافه not، use to بدون دی، ride فعل وان که همون فعل اصلی هستش بدون هیچ تغییری در جمله قرار میگیره. و زمانی که بخوایم سوالی بکنیم میگیم که did you مثلا Did you used to ride a scooter? دیدی میاد اول جمله. Used to ride a scooter when you was young. پس تا اینجا یاد گرفتیم که چجوری به ساده ترین شکل ممکن used to رو هم سوالیش کنیم هم منفیش کنیم. و گفتیم چون معمولاً مربوط به فعل گذشته هستش و بیان فعالیت‌های گذشته، از فعل کمکی دید برای منفی کردن سوال کردنش استفاده میکنه. خب معمولا اشتباه رایجی که در استفاده از used to پیش میاد اینه که معمولا میان عادتهایی که مربوط به گذشته هست رو به جای اینکه از used to استفاده کنن از
past continuous استفاده میکنن، یعنی زمان گذشته استمراری، که این کاملا غلطه. برای مثال ما میگیم که we used to play lots of board games when we was young. خب این یک عادته که we used to play lots of board games انجام میدادیم وقتی که بچه تر بودیم یا بچه بودیم، و نمیتونیم بگیم که we were playing lots of board games when we was young. این دیگه به هیچ عنوان یک عادت محسوب نمیشه و کاملا اشتباه هستش. خب حالا میرسیم به فعل کمکی would و تفاوتش با used to. معمولا میتونیم از فعل کمکی would هم به جای used to برای همون بیان عادتها و کارهایی که به صورت عادت در گذشته انجام میشدن استفاده کنیم، البته در شرطی که یه اشاره اونجا شده باشه، معمولا اغلب به زمانی که در واقع استفاده میکنیم. برای مثال میگیم که When I was younger, my family used to go skiing once a year. یا مثلا When I was little, we used to go for a picnic every Saturday. پس به این ترتیب از would در اغلب اوقات میتونیم به جای used to برای بیان فعالیت‌هایی که در گذشته هست استفاده کنیم. اما یه نکته رو در نظر داشته باشید، ما هرگز نمیتونیم used to رو would رو به جای used to در جملاتی که دارای فعل‌های stative هستن بیاریم. من سعی میکنم در داخل انتهای همین ویدیو یه سری از فعل‌های stative رو پایین براتون لیست بکنم که باش سعی کنید آشنا بشید. برای مثال من میگم که I used to live in London before I moved to New York. من نمیتونم would رو در اینجا به جای used to قرار بدم، چون که would نمیتونه قبل از یک فعل stative بیاد برای بیان عادتی که در گذشته انجام گرفت. خب دوستان عزیزم، اینم از تفاوت would و used to بود در زمانی که در واقع گذشته هستش و کاربردش اینه که عادتهایی رو در گذشته بیان میکنه که الان ممکنه دستخوش تغییراتی شده باشن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر در واقع دوست داشتید حتما لایک بکنید و سابسکرایب پیج هم یادتون نره.